رادیو همراه بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. ممنونم. سوال من خیلی مربوط میشه به شنونده اولی که لطف کردن تلفن کردن و بعد من این سوال دیگه هم دارم خدمتتون. یه توضیح مختصری بدم. من دو تا دختر دارم، یکیشون 4 سالشونه، یکیشون 1 سال و نیم. اون که 4 سال و نیم، 1 سال و نیم. سوالم بیشتر در مورد دختر 4 سال و نیمه هست و تغذیه‌اش که شنونده اول لطف کردن پرسیدن و فرمایشات شما خیلی به من کمک کرد که فرمودید بیشترین نقش اینه که در واقع همون استعفا از پدری و مادری و اینکه کاری به کارش نداشته باشیم یکی از مهمترین نقش‌هاست. سوال من برمیگرده به همین تیکش و اینکه آیا اعتیاد به شکر رو میشه اینجا ایگنور کرد و اصلا ندیده گرفت، یا اینکه اونجا هم باید ما کاری نداشته باشیم؟ چون خب دختر من خیلی دوست داره که شکلات و آب نبات بخوره و به جای غذا اگر من هیچ واقعا هیچ کاری به کارش نداشته باشیم ترجیح میده اونا رو بخوره، یکی دو روز میگذره بعد مثلا یه دفعه یه غذای خیلی خوبی میخوره. ببینید اگر... اصلا مسئله بسیار روشنه. بذارید اصل رو خدمتتون عرض کنم. اصل این است که تو خونه شما هیچ چیز بدی که امروز شکر یکی از بدترین هاست نباد بیاد. اصل یعنی من دو تا بچه هم بزرگ شدم، پسرم هستن، تو امریکا هم هست. ما یک بار هم پپسی یا کوک نداشتیم. ما فقط وقتی داشتیم که مهمان داشتیم، اونم به خاطر اینکه دی عادت دارن بخورن. بعد وقتی میرفتن اولا کم میخریدیم، اضافه شما من میریختم توی دور که بره، تو خونه نبود. ولی اگر بیرون میرفتن یا با دوستاشون بودن یا رستوران میرفتیم، هرگز به کارشون کاری نداشتم که میخوان پپسی یا کوک بخورن یا نخورن. الان هم عادت پیش ندارم. بنابراین اصل اول این است که شما هیچ شکلات تو خونه شما نباید بیاد، شیرینی قرار نیست بیاد. یعنی این که میفرمایید، چون میدونیم شکری که از بدترین هاست، شاید تا از چربی هم درست فرمایشتون، ولی بعضی وقتا در عمل من فرض بفرمایید یه مثال این دیگه، حالا مطمئنن متوجه عرض من هستید. توی یه سری از این مراسمی که اینجا هست اینا میخوام برن تریک اور تریتینگ، درسته؟ مثلا برای هالووین. من نمیدونم سال 25 من اصلا نکنید قربونه. الان عرض میکنم خدمتتون. اون سال یه دفعه است. نه سال یه دفعه هست، ولی تو اون سال یه دفعه یه کیسه بزرگ 2 کیلویی شکلات جمع میشه میاد خونه. حافظه ای هم که داره به هیچ وجه اصلا مهم نیست. شما برمیدارید با موافقت خودش میرید به هوملس، میدیم به هوملس. آها بس. ببینید عزیز، وقتی که شما نکنه اگر هست میگید میتونه پلیس بیاره شکایت کنه ازتون. عزیز من، ای قراره شما زورتون به یه بچه 4 سال و نیمه باهوشتون و عقلتون نرسه، بهتره که لطفا استعفاتون رو جدیتر کنید، بچه ها رو برید به کسی دیگه. واقعا نمیرسه، واقعا اینو من قبول دارم که نمیرسه. یعنی معلومه از این موجودات عجیبتر و حیرت انگیزتر نیست. من گفتم اگر انسان ها به بدی بچه ها باقی موندن فاجعه بود، ولی شما قرار مانوراتون رو بکنید. مطمئن باشید راه برای این کار هست. یعنی حالا اون اول از سال یه دفعه است، شما سر به سر من نگذارید. بعدم اصلا من با همچی کاری هم موقع موافق نیستم که شما حتی یه دو جا میتونن برن، بچه که نمیتونه با 12 جا رفت، یا دو جا میره بر میگرد. بعدم تازه اصلا رفت 12 جا 15 جا پر شد به فرموده شما، راه پیدا میکنیم. اینا گرسنه هستن، اینا چنین هم، ما میریم به اینا میدیم، خودش هم میره میده، خیلی هم احساس لذت و رضایت کنه. یه چیز دیگه هم تو وجودش کاشید، قرار نیست تو خونه شما اینا باشه. الان یه عادتی که شده اینه که وقتی من میرم دیکر دنبالش، به من میگه ساعت فلان بیا دنبالم، برای منم میگه مثلا یه تخم شانسی بیا، یه شکلات بیا، یه چیزی بیا. من یکی دو بار سعی کردم به جای اون میوه ببرم و شد، ولی خب اصلا نه حرفی هست که نمیارم، برای خوب نیست، خوب نیست و نمیارم. ببینید، ما قرار کار پرورش و تعلیم و تربیت داریم. در واقعیت و در عملم ما کلفت و نوکر بچه هایی، تازه حقوق هم به اون نمیدن، اینا رو هم میدونن، ولی معناش نیست که هوش و عقلمون هم بفرستیم بره. یعنی مانورایی که شما میتونید بکنید ده ها مانوره، یعنی به هدفتون برسید. ممکنه سه بار یا سه روز طول بکشه، ولی تکلیف روشن عزیز. اصلا تو این زمینه مطلقا سازشی در کار نیست، کنار آمدنی در کار نیست. اصلا مهم نیست که، چون یادتون باشه بچه ها هر نوع زندگی که بهشون بدید، فرض بر اینه که این نوع عادی و
و نرمالی است که همه دارند. حتی وقتی در بقیه ببینم فکر کنن اونا غیر عادی و ابنرمال هستند. برای اصلا نگران چی هست؟ بارها شد تو مسائل دیگه من این کار کرد توی این مورد اشتباهی داشتم و فکر میکنم تو یه مورد دیگه هم اشتباه داشتم. اگه اجازه بدید درست بدم به سوال دوم. احساس میکنم یه مقداری اضطراب داره دخترم و یه مقداری هم از اشتباه کردن میترسه، علی رغم اینکه من اصلا دوست ندارم اینطور باشه. علت حرفم هم اینه که علت اینکه فکر میکنم اضطراب داره اینه که اگر من باشم دور و بره شبا از من میخواد که بیام کنارش دراز بکشم و دستشو بگیرم. خب نه این کارو میکردی. آخه ببینید عزیز، شما همه قواعد رو شکستید. شما اگر سیدی های منو بشنوید خواهید دید که ما کنارشون میستیم، کنارشون جدا میخوابیم، ولی هرگز بدنمون رو با بدن اونا به هیچ صورتی در ارتباط نمیذاریم. نمیذاریم دست بزنه به نمیدونم موی سر مادرش، نه به تایی نمیدونم آرنج ما یا دست ما به دست ما. برای اینکه ببینید، این که من بگه تو اتاق باش، چه بخواد اینکه بخواد منو نگه داری، چه بخواد کنترل بکنه، چه بخواد احساس مالکیت بکنه، چه بخواد احساس امنیت بکنه، من با همینا میتونم کنار بیام. گرچه همون رو هم باید چرا ولی میتونم کنار ولی بگی دست منو بگی ضرورت اون نداره. خب الان که به اینجا رسیده من چجوری مخالفت بینیم نباشم اونجا و هر شب برم بیرون؟ نه ببین شما یه کاری نکنید که نمره هوشتون رو صفر بده. نه حرف شما این است که من یه کمی پشتم ناراحته، پس دخترم قراره اینجا پشتمو به دیوار بزنم تا هم اونجایی با هم حرف بزنیم، تو بخواب منم اینجا. من حالا باید یه مدت این کارو بکنم. تو میخوای حالا هرچی شما رو میخواد با دادی، هرچی دادی حالش خوب بشه درد نداشته باشه که ندارم که این کمی، ولی من دکتر گفته اینجا پشتمو بزنم به اینجا بشینم. بنابراین میشینم و تو رو تماشا میکنم و چقدرم از دور وای که تو چقدر دختر خوبی هستی و نازی و باهوشی و چقدرم کارهای خوبی میکنی و چقدرم خوشگلی و منم اینجا دارم تماشات میکنم. اونم میگیری میخوام. بنابراین دستتون از دستش دارم. ببینید ما نمیتونیم از بچه ها چیزی بگیریم. همه جای دنیا مثل مغازهی که میریم پولا اونو میگیرن یه کالا به ما میدن دیگه. داد و ستد کنید، ولی داد و ستدی که خطرناک نیست. بعدم عرض کردم اگر قرار باشه خودمون در اختیار بذاریم اصلا کارمون تمومه. تمومه. برای که اینا یک مانورایی میکنن باور نکنید. جان خواهش میکنم در مورد اون اشتباه کردنم که میگم از اشتباه کردن واهمه داره و میترسه و ناراحتش میکنه، اگه فرض کنید چیزی بیفته بشکنه بریزه یا چیزی، یه دفعه مثلا با یک استرابی برمیگرده ما رو نگاه میکنه، در حالی که منو همسرم فکر نمی کنم تا حالا واکنش عجیب غریبی نشون داده باشیم. شاید نه، برخی از وقتم بازی حق بازیشه، برخی از وقتم واقعیت جا میخوره. مهمترین مسئله این است که شما خودتون آروم کنید که دخترم افتاد شکست. خیلی زیاده، من خودم اینقدر یه کاسه داشتم افتاد شکست، کاسه آبی بود جاست یادم بزرگم بود توش باستا خیار درست میکرد. یه دونه تو میگم مامی نفهمید، یه دفعه مامی نفهمید یه دونه بشقاب زرد بود مامی دوست داشت، من افتاد شکست منم انداختمش دور نفهمید. یعنی ببینید، یعنی شما بهش میگید که اینکه افتاد شکست مهم نیست. چهار دفعه که مواردی از این قبیل تکرار بشه بار پنجم جا نمیخوره. بنابراین ببینید بسیاری از بچه ها یاد گرفتن که اغراق کنن، قلوف کنن. این یه مقدار تو خمیرشون هست، به این معنا که دیدن با موضوعی کوچک توجه رو جلب نمی کنن باید بزرگ باشه. درست است که اگر الان گفته بشه که کباب ما سقوط کرد و کسی درش کشته نشد من به کسی دیگه هم نمیگم، ولی اگر گفتن 300 نفر که امیدوارم چنین نشه کشته شدن، من اصلا دنبال بهانه میگردم با وجود که خبر بدیه زنگ بزنم به دوستم حالا چطور فرناس شنیدی، به اون دوستم، به برادرم. می‌دونید ما هممون گرفتار این وضعیت هستیم، در بچه‌هام این وجود داره. ولی من و شما اگر هوش اونو به کار نندازیم آخر کار اونا بازندن به خاطر اینکه ما به درستی هدایتشون نکردیم. ولی مواردی که روشنه که هدف چیه، هیچم بارها من اگر کنفرانس پرورش تعلیم تربیت معمولی یا تو فکر کنم تو سی دی هم هست، من روز اول تا حرفم این است که
ما خیلی حرفا داریم ولی خوشبختانه مثلا 24 ساعت هم وقت داریم، شما خیلی کارا دارید ولی 20 سال هم وقت دارید، هیچ عجله‌ای در کار نیست و بنابراین حتی اگر چیزی هم خراب شد میدونیم چگونه باید درستش کرد. مهم اینه که ما اشتباه نکنیم. چرا من در جهت کار پرورش و تعلیم تربیت، حالا هر کسی هر چیزی داره، ولی حتی خواهش کردم، تمنا کردم، اصلا از این لغت بد پروایی ندارم، التماس کردم یه دور اینا رو عرایز من رو بشنوید بعد بندازید دور، بعد بگید همش مزخرفه، من اصلا حرفی ندارم. علتش هم این است که ما در جهت پرورش تعلیم تربیت عزیز مثل 5 ثانیه 10 ثانیه قفلت تو رانندگی است. نتیجهش این نیست که 10 ثانیه حواسمون به رانندگی نبوده، نتیجهش این بس ها کشته شدن خودمون و کشتن دیگران. بنابراین در خصوص در خصوص بچه ها نمیشه اشتباه کرد، ما باید بدونیم اصول کدامه. تناقض در چی؟ تناقض در این که فرمودید 20 سال وقت داریم، اگه اشتباه کردیم میشه جبرانش کرد، ولی تو رانندگی 10 سال 10 ثانیه و مرگ دیگه جبران پذیر نیست. برای که نه خب ببینید عزیز، دقیقا مسئله همینجاست، شما قرار اشتباهات خطرناک ویرانگر رو نکنید. آها. برای که ببینید مسائل جزئی و کم اهمیت رو همیشه میشه درست کرد، اون اشتباهات بزرگ تک... شما بیاد به یه بچه کوچک نمیدونم یه قاشق عسل بدید شیرخوار میمیره. تمام شد. بله. شما بیاد تو شیر مادر برای تو شیر نه ببینید مسائلی است که اونا مهمه. در این گونه موارد مهم این است که اون چیزایی که بد و غلط و خطرناکه هرگز اتفاق نیفته، و الا مسائل جزئی و کم اهمیت با بد آموزی‌ها رو میشه درستش کرد. ولی خب اشکال کار منه، اشکال منه آقای دکتر، اجازه بدید راجع به خودم پس خود صحبت کنم. من واقعا صبر کنید حالا که میخواد برید سراغ خودتون، سراغ اون بچه بزرگه، ما بریم پیبار بشنویم برگردیم. حالا من پیشنهاد دیگه ای دارم بهتون، شما به دخترتون بگید بیا راجع به بابای صحبت کنیم، من فکر کنم ما به نتایج بهتری برسیم. پس ببند اطلاعات رو بده. اولا خود شما همسرتون چند سالتونه؟ من 45 ایشون 36. و هر دو فرزند چند دومی؟ ایشون فرزند اول هستن، یه برادر یه خواهر دارن، من فرزند آخر هستن، دوتا خواهر بزرگ کردن. اون وقت از امریکا تلفن میکنی درسته؟ بله بله. چه مدت از امریکا تشبه دارین؟ از 2014 ولی قبلش هم کانادا بودم 7 سالی. حالا شما 7 سال کانادا بودید بعد 8 سال امریکایی؟ بله بله. همسرتون چی؟ ایشون امریکا متولد شدن ولی 7-8 سالی هم ایران زندگی کردن، مدرسه هستن. اوکی. خود شما به ایشون هر دو چی خوندید چه میکنید؟ من مهندسی خوندم، من کار مهندسی میکنم، ایشون هم دانشجو دندان پزشکی سال آخر هستن. بسیار عالی. خب حالا بریم سراغ فرمودید مطلبی راجبه حالا خودتون. خواهش کنم، من خودم واقعا احساس میکنم که نه فقط راجبه دخترم، راجبه خیلی از مسائل دیگه، همین که الان یکی از اشکالاتی که شما الان من احساس کردم به من وارد هست در این حرفای شما این بود که مسائلی که وزن خیلی زیادی شاید به اندازه اون 10 ثانیه اشتباه رانندگی ندارن رو من خیلی جدی تر از اون چیزی که هست میگیرم. در مورد دخترم به این نتیجه رسیدم الان تو فرمایشات شما، مثلا اشکالاتی که وجود داره میشه اصلاح کرد، ولی من این اشتباه گرفته بودم با اون اشکالایی که اشکالای اساسی هستن. البته میدونم که کم اهمیت نیست، همون برخورده مثلا دست گرفتن یا برخورده بدن به بدن داری خوابوندن بچه، ولی من ظاهرا وزنشو خیلی بیشتر از اون چیزی که هست گرفته بودم. خب بدون بذار اول همینجا با هم مسئله رو حل کنیم. من بارها عرض کردم اصلا علم چیزی جز اندازه و درصد و نسبت نیست، میدونید تمام مسئله اونجاست، و وقتی که آدم در یه حوزه آگاهی لازم رو نداره نمیدونه اهمیت موضوع. درست پس که شما من بفرمایید ما میخوایم یه ساختمون بسازیم 1 میلیون دلار هم پول داریم، بعدم 10 قلم کالا میخوام، منم میگم خب یه 100,000 دلار آهن بخرید، 100,000 دلار آجر، 100,000 دلار شیشه، 100,000 دلار پنجره. بله. علتش اینه که چون سرم نمیشه فکر کنم بهترین تصمیم اینه که آره که 10 قلم کالا میخواد تو 1 میلیون دلار است 10 تا 100,000 دلار باشه، در حالی که ای بس ها یه چیزی
500 هزار تا است، شاید فاوندیشن 500 هزار تا است و یه چیزی فقط 1000 تا است. درست. اشکال کار اونجاست، اینه که اون چیزی که میفرمایید برمیگرده به همین جهت است که همطور که فکر کنم با شنونده عزیز قبلی هست هم یا خدمت شما گفتم، یک بار شنیدن اینا ما رو از خطا دور میکنه. مسئله اشتباهاته. یعنی درست مثل اینکه فرض بفرمایید به شما بگم 10 تا عاملی که موجب تصادف میشه ایناست و شما اونا رو مواظب باشید. خب میزانه، اگر این 10 تا عامل 99% تصادف ها رو میپوشونه و شما همه اونا رو رعایت کنید، شما خطر تصادف خودتون رو از 100 به 1 رسوندید. به همین جهت است که خیلی از اوقات آنچه که گفته میشه فقط به خاطر این است که اون اشتباه صورت نگیره، برای که اگر اشتباه شد برخی از اوقات اشتباه ها با توجه به مسائل کودکی دائمی هست. از طرف دیگه خیلی از وقت این اشتباه به دلیل زمینه ارثی که در خود ماست به بچه منتقل شده و حالا بر مبنای اون ارث عمل میکنیم، اون رو درش تشدید کنیم. فرض کنیم من پدر و مادر مضطرب و نگرانی دارم و این اضطراب و نگرانی به من از طریق ارثی منتقل شده، حالا تو زندگی منم پدر مادر مضطرب و نگران من به وضعیت من آنچنان آسیب میزنن که حتی چند برابر بیش از خودشون گرفتار میشم، در حالی که اونا خودشون واقفن به مسئله اضطراب، در حالی که میدونن من رو باید به گونه دیگه بار بیارن، ولی من به عنوان کودک که بر اساس حرفاشون حرکت نمی کنم، بر اساس آنچه که حس و احساس اوناست که به من منتقل میشه و من از اون طریق اونا رو اصلا میفهمم، بنابراین من رو هم گیر انداختن و گرفتار میکنن. یا فرض کنید اصول دیگری، چون من در بحث اول یعنی بحث فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت، اولین نکته این است که 15 تا اصل عوض شد. یعنی 15 تا نکته‌ای که در طول تاریخ به عنوان اصول تربیتی بوده درست وارونه شده. فرض بفرمایید احترام که بزرگترین آسیب رو به جامعه بشری زده، که البته در یه دوران اجتماع ناپذیر بوده، یعنی اون ریسپکت تبدیل شده به استیم، آنر، به حرمت. و حرمت اساسش بر این است که ما با هم برابریم. حتی حرمت در تعلیم یعنی من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، تو توی من. در حالی که احترام یعنی از اول تو بالاتری من پایینترم، تو سرهنگی من سربردم، تو فرماندهی من فرمانبردارم. اصلا اساسش بر نابرابری، اساسش از بردهداری و مالکیت. خب در دنیای امروز در یه جامعه مانند امریکا تلاش در این مسئله که ما از احترام بریم به حرمت. اینی که شما تو محیط دانشگاهی یا توی محیط کار مردم احترام به هم نمیذارن ولی حرمت هم دیگر رو دارن. و من در ارتباط مثلا فرض کنیم با فرزندانم، اصلا برای من مهم نیست که اونا سلام بکنن نکنن، حتی من روز تولدم که میشه خودم زنگ میزنم میگم هپی برتدی تو می، ولی که خاطرم آسوده بشه بعدن یادشون اگر رفته خجالت نکشن که تولد پدرمون یادمون رو جمعیتی داره. و اصلا من مطلقا اصلا نمیفهمم کی سلام کرد کی سلام نکرد، کی احوال پرسی کرد کی نکرد، ولی برام این مهمه که من رو در حد و سطح خودشون بدونن. و اولین بار که با مسئله و مشکلی روبرو میشن فکر کنم بهتره بریم سراغ پدرمون با اون حرف بزنیم و بعدم خاطرشون آسوده باشه که نه کسی در اون زمینه نه به طور کلی قضاوتشون میکنه، بعد بر مبنای اون حکمی صادر میکنه و یا سرزنششون میکنه. هرگز. بنابراین ما از احترام رفتیم به حرمت. یا فرض بفرمایید بر اساس این احترام برام از اطاعت یعنی obedience ما تبدیل شدیم به همکاری. امروز کودک رو اصلا بر اساس فرماندهی و فرمانبرداری نیست، پدر و مادر اصلا قرار نیست دستور بدن، پدری و مادری فرماندهی و بچه فرمانبردار نیست. پدر و مادر قرار اون چیزی خوب و درستی همونطور که عرض کردم باهوش و دانایی دارن در وجود بچه بکارن و امروز اساس رابطه همکاریه. یعنی ما باید به بچه اینو بیاموزیم هر جا رفت، از یه مهمونی گرفته، از محیط کار گرفته، با دوستاش رفت رستوران، با دوستاش رفت پیکنیک، فقط فکر کنی که من چجوری میتونم با این جمع همکاری کنم. بنابراین ابدا مسئله به اسم فرمانده یا فرمانبرداری نیست. خب شما ببینید سوال بپرسم همین اینجا. نه صبر کنید، یعنی برای من مهمه که این اصول کاملا وارونه شده. یعنی ما از احترام و یا از اطاعت که اصلا دوتا اصلی بوده که این توضیح عرض کنم، قدرت یا پاور یه توهمه، برای که ضعف وجود داره نه قدرت. برای اینکه بتونن قدرت رو نهادینه کنن و تمام
انسانها رو در کنترل و حتی تملک خودشون در بیارن از دو تا واژه استفاده کردن: احترام و اطاعت. حتی شما وقتی نگاه میکنید به متون بسیاری از کتاب ها میبینید اصلا اساسش برای یعنی یه دشمنی بزرگ ویرانگر با انسان بوده و با این دو تا میخ من و شما رو به زمین کوبیدند و سوارمون شدند: احترام و اطاعت. در حالی که در دنیای امروز آنچه که اساس کار اینه که احترام شده حرمت، یعنی ما با هم برابریم، نه تنها برابریم یکسانیم، و بعدم اطاعت هم تبدیل شده به همکاری. غیر از این گرفتاری است. میفرمایید. خواهش میکنم. اینی که دوباره من یک تناقضی تو ذهنم شکل گرفت که با توجه به هوش کم که شما متوجه شدین نتونستم اینو بفهمم. نه هوش کمتون نیست، ویژگی روانیتونه. اونو بعدن خدمت درس کنم چیه. میفرمایید. خواهش میکنم. ببین این شما گفتید که برای با استفاده از هوش برای تعلیم و تربیت بود بحث، و اینکه شما میگید که دیگه بحث فرمان دادن نیستش به بچه، درسته؟ من حالا فرض بفرمایید الان در دیکرش میره یه کلاس پیانویی که به نظر من کلاس پیانوی خوبی نیست، یعنی مثلا یه تکنیکای اونجا استفاده میشه که به نظر من منجر به یادگیری پیانو نمیشه، ولی بسیار از این کلاس لذت میبره. در کنارش یک معلم پیانوی خوبی داریم میشناسم من که دلم میخواد بره اونجا، و ایشون هم ارتباط خوبی با اون هنوز برقرار نکرده، منم اصراری نکردم بره. الان اینجا من انتظارم از خودم اینه که با هوش خودم یه کاری بکنم که این دوتا کلاس رو با هم جاشو عوض بکنم، یعنی به جای این کلاس پیانوی که فانه ولی خوش میگذره بهش ولی نتیجه که من میخوام رو نمیگیره، یعنی نتیجهش پیانو یاد نمیگیره فقط خوش میگذره، جایگزین بشه با اون کلاسی که پیانو یاد میگیره و شاید خب مطمئنه بنزه کافی لذت بخش نیست چون که هنوز زوده براش یا هرچی. خب من اگر فرمان نخوام بدم و از هوشم استفاده بکنم به نتیجه نمیرسم اینجا. نه نه نه، اولی چون هوشتون استفاده کنید، هوش تو اتفاقی که فرمان ندید. اولا شما اشتباه میکنید که بچه رو قبل از 6 سال میذارید کلاس پیانو یا 7 سال، برای که هنوز بچه تو این سن غالب اوقات پایین و بالا و چپ و راست رو تشخیص نمیده. تفاوت بین پی انگلیسی و یا فرض کنید خب این میده میتونه... حتی اگر بده هنوز در ذهنش گرفتاری داره. ببین باز الان ببین شما بذار شما فرمودید فرزند آخری، درسته؟ بله. شما فقط یاد گرفتید مخالفت کنید. کامپلیتلی کاملا پیدا، یعنی کاملا اپوزیشنال دیفاینتی. علتش هم که بچه آخری تمام مدت نمیدونستید و نمیتونستید، برای که اون دوتا میدانستند و میتونستند، بنابراین یاد گرفتید فقط بگید نه. بنابراین شما با اون شروع میکنید. شما چهار دفعه تا حالا این کار کردید. من که به هر حال حواسم هست که سر کارم هم اینجوری هم آقای دکتر. دقیقاً. یعنی اگر من تو پرفورمنس ریویوم 90 درصدش مثبت باشه، مثلا 9 درصدش هم خنثا باشه، یه دونه چیز منفی اونجا باشه، من کل محل کارم میریزم به هم. کردم این کارو. نه کاملا پیداست. یعنی کاملا پیداست که شما چجوری از شر خودم خلاص شم. خب من عرض نکردم که بگی دخترتون تلفن کنه من با اون صحبت کنم. و به همسرتون اون بگم اون صحبت میکنه مشکل اون حل میشه، من از دست خودم خلاص نمیشم. خب نه، منم میخوام اتفاقا اونا رو از دست شما و از شر شما خلاص کنم. ببینید عزیز، دقیقا مسئله همینجاست. مسئله این است که اولا تو 6 سالگی کار درستی نیست، دوم شما رفتید دنبال یه مسئله است. امروز از نظر علمی میدونیم بچه ها میتونن با شادی، لذت، رضایت، حتی حظ و کیف، انجویمنت، خوشنودی، خرسندی، امنیت، آرامش و آزادی سخت‌ترین رو بیاموزند. هیچ احتیاجی به دو چیز نیست، نه تنبیه نه فرمان. یعنی اینا رو تو وجود بچه ها به راحتی میشه کاشت. به همین جهت اصلا اساس کار پرورش و تعلیم تربیت آموختن کار خوبه، نه حتی باز داشتن بچه از کار بد. حالا بریم سراغ مثال شما. من برام اولا تا 6 سال نیم اینجا نمیذارم، برای اینکه اشکال کار این دیسپلینا سوزاندن بچه است، برای اینکه حتی اون توان رو نداره و اگه کاری رو بکنه فقط وقتی به خوبی انجام میده که وارد مرحله خودکار ذهنش بشه یا ناآگاهش، و اونجاست که بعداً حالت الینیشن، بیگانگی پیدا میکنه با اون کار. پس اولا مراجعه کنید تفاوت من یک. دوم، من ترجیح میدم معلمی باشه که بچه ها برن با او خوب و خوش باشند و
حتی چیزی هم اونقدر هم یاد باید نیاموزند، نگیرن. اونقدر هم نیاموزند. حالا عرض میکنم چرا اونقدر هم نیاموزند، ولی احساس خوب و حال خوبی داشت باشن. به چند دلیل. دلیل اول این است که اگر اون احساس خوب رو در بچه ها بگذارن، همیشه امکان داره دنبالش برن. دوم، از 100 تا بچه در امریکا، امریکایی و ایرانی، که برن پیانو یاد بگیرن، 98 تاشون در 18 سالگی نمیزنن. بنابراین شما در مسیر اینکه یه پیانیست یا یه کسی که بعداً رو این کار بکنه قرار نداری. شما درست مثل من، شما که 4 سال میریم دانشگاه میایم بیرون، نه 60 سال نمیریم دانشگاه، اینا هم دوره داره عزیز. متاسفانه بسیاری از ما فرض اون اینه که ما داریم میریم پول خرج کنیم، زحمت میکشیم، تو ول میکنی، تمرین نمیکنی. نه، برای که تازه فشار بیاد اوضاع بدتره. درست مثل اون چیزی که در طول تاریخ در جامعه ایران کردن. ببینید، در کلاس های مدرسه عشق به مطالعه رو و علم رو در ما کشتن. چرا من عرضم این است که اصلا بچه ها رو درس خون بار نیارید، کتاب خون بار بیارید. من در دانشگاه، شعارم در دانشگاه تهران یا دانشگاه دیگه که درس میدادم این بود که بخوانید و نفهمید. من فقط امتحان میکنم که شما من نشون بدید خواندید، یعنی کتابو خوندید. اصلا فهمیدید یا نفهمیدید برای من مهم نیست. اولا اصولا فهمیدن اشتباهه، برای که افکار خودتون توش کردنه، مثلا تو رشته های کار ما، برای که مسئله مهم خواندنه. بعدم عرض من این بود که من به جایی که به شما 50 صفحه بدم بگم 10 بار بخونید حفظ کنید، من بهتون 500 صفحه میدم یک بار، و فقط میخوام چک کنم ببینم خوندید یا نه. علتش این است که شما چرا در ایران، شما با وجود اون همه اهمیتی که ما به کتب مذهبیمون هر باوری داریم میدیم که اصلا همه چیز درونه تقدس داره، اصلا خودتون میدونید چی میگید، از 100 تا ما 95 تا اون یه بار نخوندیمش. علتش هم این است که اگر گفتیم خوندن به نظر شما، اونم شک دارم ولی کاری به اون ندارم، نمیخوام درگیر. ببینید الان مخالفت شما رو ببینید، من نظر سر به سرم میذارید. یه سوء استفاده کردن که تر نه میدونم، با من نکنید چون آخر کار کتک میخوره. نه ببینید عزیز، اشکال کار در اینه که اگر یک کسی میگه من خوندم، حرف تو خوندی، الان دانشمندان جهان روی اولین کلمه موندن، تو چی میگی؟ یا شما حتی برمیگشتید میگفتید من حافظ رو خوندم یا سعدی رو خوندم یا مولانا، که خدا نکنه بگید خوندم. تو مولانا شناسایی هستند که 50-60 سال عمرشون رو گذاشتن هنوز میگن نمیفهم. بنابراین به بچه چه پیامی میدادن؟ که تو باید یه چیز غیرعادی بفهمی. حالا فهمیدن چی میشد؟ فهمیدن میشد که بسیار از ما رو اولین جمله میموندیم، مثلا حسن به خانه، حسن به خانه. بگویم مثلا الان اینجوری میفهمیم. تازه از در علمی میدونیم وقتی چیزی رو با سرعت برای شما میگن یا فاست ریدینگ و اسپید ریدینگ، کاملا نشونه فهم و درک بیشتری داریم، ولی خودمون رو داخلش نمی کنیم. ولی وقتی که ما بخوایم با فکر بخوانیم و رو کلمات بمونیم، ما در حقیقت باورهای خودمون رو وارد اون سیستم می کنیم، مثلا این چیزی از توش در میاریم که نیست. بنابراین ببین اساس کار چقدر غلطه. و بعدم عرض من این بود که بچه ها رو کتابخون بار بیارید، یعنی لذت مطالعه رو بهشون بدید. حالا لذت مطالعه چجوری میشه؟ چون گفتید فرماندهی، من هرگز یک بار به بچه هم نگفتم نه درس بخون نه کتاب بخون، هرگز. ولی از من پنج شش را فرمایش شما رو اجرا کردم و خیلی نتیجه خوبی گرفتم. این تنها کاری که کردم که کتابو در من بلکه تو وجودش میشینه، هم هر در اختیارشه، هم بعدن کارهای دیگه میخواد که ببینن شما و همسرتون کتاب میخونید. من بچه‌ام میخواستم بخوابن، میرفتم کنارشون یک کتاب با خودم میبردم، برعکس اون انقدر خسته بودم که اصلا امکان نداشت بتونم بخونم، ولی کتاب باز بود، هر 2-3 دقیقه ورق میذارم که اگر نگاه کردن اصلا از دور صفحه من در نگن پدر خنگی داریم الان 10 دقیقه مونده رو صفحه 222 رفت 223. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی مهم اینه که اونا تو ذهنشون یه پدر و مادر رو تصور کنن که 100,000 تا تصویر دارند که دارن کتاب میخونن، و الا چطور میشه اینا تو وجودشون گذاشت؟ و بعدم مانورایی که تو این جهت میشه کرد. بنابراین آنچه که اسمش آموزش و پرورش و تعلیم تربیته، اصلا با ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری یا در حقیقت ترس و تنبیه و کنترل کار نمیکنه. برای که اساس کار تربیتی در سراسر جهان و در کشور عزیز ما ترس و تنبیه و کنترل بوده، و اینجاست که مسئله است. و به همین جهت است که نه صبر کنید دکتر، یه اتفاق خیلی خوبی که برای من افتاد در این صحبت با شما این بود که تشخیص خیلی خوبی در مورد من شما دادین و یک دریچه خیلی
قشنگی به روی من در مورد خودم باز شد، قشنگ از این نظر که خودم رو شناختم، نه اینکه شخصیت خیلی قشنگی دارم. و این مسئله همونی بود که شما گفتید، من اینجوری برداشت کردم که به عنوان یه تکنیک از این استفاده میکنم و مخالفت میکنم، اینم یه ویژگی روانیه که به خاطر فرزند آخر بودن نصیبم شده. و من سعی کردم اینکه دو مرتبه از شما این سوال بپرسم که حالا چجوری باید من با این برخورد بکنم، چجوری با خودم کنار بیام و چجوری از دست این تا حدودی خلاص بشم. اگه اجازه بدید برمیگردم و یه جوری جواب خودم رو میخوام بدم، ولی خیلی دلم میخواد که از شما بیشتر بشنوم. توی بعضی از این موضوعات روانی شما میفرمایید که همین آیدنتیفای کردنش خودش یک قسمت بزرگی از قضیه است، ولی برای من کافی نیست فکر میکنم. یعنی من نیاز به یک تکنیک هایی دارم که این وقتی این رد فلگ بلند میشه، اگر بتونم خودم تشخیص بدم و اون لحظه اونجا باشم و حضور داشته باشم، بدونم که خب اینه که داره اذیت میکنه خودم و بقیه رو. و از اینجا به بعدش شما بفرمایید. نه کار من این سادگی ها نیست. یعنی من میتونم اگر به عنوان فرض کنید لطف میکردید منو میدیدید و فرصتی داشتیم با هم گفتگو میکردم. اولا بذارید ریشه مسئله رو بهش کافیم. شما وقتی فرزند آخرید، نمیدونم فاصله گفتید با دو تا خواهر بزرگتر از خودتون فاصله دارید، درسته؟ زیاده. بله فاصله چقدره؟ یه عددی اوکی. حالا اینکه بیدید اوضاع رو خیلی بدتر میکنه، به تو میگم چرا اوضاع رو بدتر میکنه. درسته که از یه جهت شما بیشترین توجه رو دارید، اصلا عروسک اونایید، سر شما حتی دعواست، اینو میدونم. ولی در این حال مسئله اصلی و اساسی انسان ضعفشه. اون چیزی که آدم ها رو ضعف در کودکی، مهمترین موضوع دوم بی‌عدالتی و تبعیض. یعنی این دوتاست که کودک رو به هم میرسه. حالا روزی که شما فرزند آخر با فاصله زیاد، مخصوصا اونا حالا دیگه نقش مادری رو هم ایفا میکنند، در حالی که خودشون نادانند و مضطرب، در شما خشم رو به وجود میارند، شما به تدریج یاد میگیرید که وارد یه مرحله ای بشید که خودتون در مسئله مخالف قرار بدید. یعنی در حقیقت درست مثل یه مسابقه تنیسه که شما میدونید قرار نیست به اون آدم اجازه بدید که توپ رو تو زمین شما بزنه و شما بزنه رو ببره، درست برعکس با جلوشو بگیرید. یعنی به جای اینکه بازی تبدیل بشه به همکاری که بین پدر و مادر بچه هست، تبدیل میشه به خواهر برادری که چون بازی های کودکان هم همه برد و باخته، تو همه اینا میبرید میبازید شما. ضمناً شما با این واقعیت هزاران بار روبرو میشید و ای بسا صدها هزار بار به ذهنتون میارید که اونا میدونن و میتونن و من نمیدونم نمیتونم. حالا تازه شما اینجا پسرم هستید، امتیاز پسرانه و مردانه رو دست نظر محیط هم دارید، تازه از یه جهت باید از اونا بهترم باشید، ولی هرگز به گرد اونا نمیرسید به خاطر فاصله ای که دارن. نتیجتا اون احساس سبب میشه که یه زمینه جبرانی داشته باشید. خب زمینه جبرانی یه راهش اینه که اونا از من قوی ترن، من میرم اینقدر خودم رو قوی میکنم که از اونا جلو بزنم. راه دومش اینه که مقاومت و مخالفت کنم، یعنی بیستم تو پازیشن. و بنابراین بذار ببینم، من تنها تخصص من اینه که تو هر گفتگو و صحبتی، مثلا فرض کنید توی مهمونی شما تشریف میبرید، یه بحثی در میگیره، شما بعد از 10 دقیقه تصمیم میگیرید وارد این بحث بشید. شما فقط وقتی وارد بحث میشید که بتونید با آنچه که به نظر میرسه نظر عمومی مخالفت کنید و در نتیجه با باهوشی که دارید یه سنگی رو بندازید یا سوال رو به گونه‌ای مطرح کنید که اونا از عهده پاسخ شما تا بر نیان. بله. علتش این است که کار و تخصص اونا هم نیست و این اینقدر برای شما عادت شده که خب بهتون حق میدن که تردید کنید درباره این موضوع ها، ولی بعدم فکر کنن که خب یه عده‌ای که حساس ترن هست، اگر سنشون بالاتر بشه بهشون بر میخوره و ضمناً چون در مقابل شما بزن، فرض کنید 7 دقیقه توضیح داده امریکا جای خوبیه و شما با یک جمله میزنید همه رو درب و داغون میکنید یا یه سوالی که میکنید و طرف میریزه و حالا اون دست و پا میزنه، شما هم میشینید دست و پا زدن، بعد بقیه هم میفهمن خب حق با شماست نه با او و بنابراین شما با یه لغت است. اینی که مثلا فرض کنید دوست عزیز و ارجمندی های دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس ارزنده، من وقتی میبینم ایشون 100 دفعه با جناب میبودی که مثلا صحبت میکنن، هر وقت جناب میبودی یه چیزی میفرمان و از ایشون انتظار جواب دارن، لطفا بهش توجه کنید. حتی فکر کنم این دیروز برنامه شون بوده، احتمالاً یک شنبه خواهد بود، بشنوید. آی دکتر علمداری اولین حرفی که میزنه میگن بله، کاملا نشون دهنده یک نگاه فرد مثبت در این حال همراه یار
قصد حل مسائل، طرح مسائل در نهایت آرامش، صمیمیت و دوستی رو داره. در حالی که بسیاری از آدم ها وقتی با شما حرف میزنن، حتی وقتی مثبتی، به یه جنبه کوچکی نگاه میکنن، میگن نه. یعنی مثلا شما فرض میفرمایید که من بچه هم چنین و چنان و فلان هستم، میگم خب نه، ولی خب البته میام تو. و شما کاملا اون دید رو دارید، یعنی اصلا شما با نه شروع میکنین به جای بله، برای که کاملا خب اینو میتونم به عنوان یه تکنیک استفاده بکنم، fake it to make itش بکنم، یعنی نه نه ببینید، نه نه از این بعد نه، درست از این بعد شما قرار هست که ببینید، شما قراره که یاد بگیرید ما سه جور در حقیقت گونه ارتباطی با دیگران داریم. از یه طرف بهش میگیم reflection, reaction, respond. در reflection انعکاسه، reaction که مثل پدیدهای طبیعیه، ولی پاسخه، پاسخ یعنی بعد. همینقدر که به شما خودتون یاد بگید بید بعد، اولین حرفی که میزنید نه نداریم. حتی وقتی با طرف مخالفید با بله جنبه محدود و کوچکی که درسته یا اصلا خود موضوع جالبه رو شروع میکنید، چون شما با نه شروع میکنید. بعد از اون شما یادتون باشه بین 3 تا 6 سالگی چه اتفاق میفته. بین 3 تا 6 سالگی ما میگیم با 3 تا 30 بچه ها بزرگ میشن. یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت ستیزه. شما کاملا معلومه کانفلیکتی هستید. علتش هم خیلی روشنه، برای که جایگاه شما اینو نشون میده تو خانواده. بنابراین شما بسط این ستاسی اون ماد کامیونیکیشن شما، نه همکاری نه اونقدر رقابت، که مسئله به چالش کشیدن، به مبارزه و جنگ کشیدن. و چون آدم باهوشی هست کمین میکنید به موقع. من آدمایی مثل شما رو تو مهمونی ها دیدم، مردم رو بدبخت میکنن، یعنی میگیرن میشینن، شما مثلا بیان میفرمایید که اساس اقتصاد امریکا، برمیگردیم یه اون اساس اقتصاد چیه؟ حالا طرف بیچاره‌ای که مثلا اقتصاد نخونه، یا مثلا یه کسی برمیگرده میگه واقعیت اینه، شما حرف نزنید. واقعیت یعنی چی؟ اصلا خود واقعیت یعنی چی؟ واقعیت خودمونم ولی بدبختیم، مردمو بدبختم اگه بکنیم، خودمونم بدبختیم. نه کاری به اون ندارم، میخوام به شما بگم که من از یه طرف متوجه این هستم که بین 3 تا 6 سالگی از نظر تکنیکی شما آسیب دیدید، رفتید روی کانفلیکت، و بعد به خاطر جایگاهتون به عنوان فرزند آخر یاد گرفتید فقط مقاومت و مخالفت کنید. درست مثل این که هر چی به شما میگن میگید نه، حتی اگر برخی از اوقات پیشنهاد خوبی هم بهتون بدند شما میگید نه، به طوری که طرف مقابل جا میخوره، دیگه من بهتر از این نمیتونم آفر کنم. بعد شما حرفتون است که نه، البته من قصدم این بود که شاید اینقدر اصلا حق من و من شایستش نباشم. یعنی حتی شما در جهت عکس منافع خودتونم میخواید حرکت کنید وقتی با نه رو شروع میکنید، و این کاملا پیدا دو سه جا این رو نشون دارید. بنابراین ویژگی اونجا اگر مواظبش باشید، یعنی به خودتون بگید من هرگز با لغت نه یا مخالفت شروع نمیکنم. حالا بریم سراغ یه بحث دیگه. ببینید مسئله آزادگی معناش اینه که 5% دنیا خوبه و درست، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوت. و بنابراین این پدیده‌های مختلف تفاوتن، خوب و بد و درست و غلط نیستن. من برخی از وقت توی یک کنفرانس میگم 500 نفر اینجایید، نه هیچ کدومتون لباستون خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، ولی تفاوته. آیا در زمینه افکار عقاید که اگر اینجا 500 جور لباسه، اونجا 5000 نوع باور عقیده است در هر موضوعی، مثلا وقتی به جزئیاتش برسیم، شما فقط بپذیرید تفاوته. به همین جاست که برای من اگر یک کسی با عرایض من مخالف باشه، ابدا به این فکر میکنم که بده یا غلطه، درسته یا خوبه. فرضم این است که او از یه جای دیگه میاد و یه نگاه و نظر دیگری داره، مگر اینکه ما بیایم در یک در اصول با هم توافق کنیم، در طریقه بحث توافق کنیم، در تجزیه و تحلیل توافق کنیم، بعد ببینیم نتیجه چی میشه. درسته که شما من بگید تو به من 72 دلار بده کاری، بگم نه من 66 دلار تازه از شما طلب کنم، میگه خب بیا پولا رو که به هم دادیم و گرفتیم حساب کنیم. خب اگر سر اون توافق کنیم بنویسیم، آخر کار یه عددی در میاد دیگه، تکلیف هر دو تامون هم روشنه، ولی که پذیرفتیم. اشکال کار توی مباحثی که جنبه عمومی اجتماعی داره این عددا مشخص نیست. شما هم خیلی راحت هستید، هر جا دلتون خواست یواشکی جلو عدد 10 صفر رو میذارید میشه 100، هر وقت هم دلتون خواست یواشکی یه صفر رو از جلو 10 بر میدارید. استدلال کنم این است که صفر صفر که صفر که مهم نیست، بله صفر مهم نیست، ولی نه اینجا، میدونید. و به همین جد است که اون درک، حالا به همین جد است که
این نکته براتون شاید جالبه، دخترتون هم یه چنین چیزی رو از شما گرفته. دقیقا میخواستم حالا همین رو عرض کنم خدمتتون. دقیقا من نگرانیم همینه که الان دارم بال میزنم که یه چیزی پیدا بکنم، چون دارم میبینم که اونم داره از همین تکنیک استفاده میکنه و امیدوارم به خاطر جایگاهش در نهایت به این نتیجه برسه که تکنیکای بهتری وجود داره. نه نه، چون اولی کنار میزه، دومی است که گیر میفته. برای حالا اون انتقالی که میگم، شما باید مواظب باشید عزیز. شما باید حتی به همسرتون بگید که اگر یک من خواستم حرفی بزنم نگام کنم، انقدر که نگام کنی میفهمم یعنی با نه نباید شروع کنم. بابا من هم مخالفت کردم آقای دکتر، دیشب بیچاره داشتم سعی میکنم من کمک بکنم. همین مخالفت ها یعنی من خودم متوجه هستم که چقدر دارم اذیتش میکنم، یعنی واقعا هست دیگه این. نه ویژگی من عزیزانی رو میشناسم که اصلا کار تخصصشون همینه، یعنی بیان توی مهمونی رو خراب کنن، تخصصشون و بعد آدم ها رو به جون هم میندازن. جان این یه جوری عرض میکنم که این تکنیک کمک هم کرده منو، یعنی من فکر میکنم پیش رفتم هم بابت به همین بوده و به خاطر نه اصلا یه دار ازتون میترسن جان میزنن، ولی نه من رو خط رادیو. نه متوجه اون که هستم. نه نه معلومه عزیز، معلومه. نه به همین جد است که حتی شما توی مهمونی ها اگر شناخته شده برید، هر کسی که حرف میزنه به شما نگاه میکنه ببینه شما تایید میکنید یا نه. اگه تایید نمیکنید صحبتشو شروع میکنه یواشکی حرکت داره. مثلا من میگم امریکا جای بدی است، بعد نگاه میکنم شما چی میگید. البته برای یه عده بد نیست، خب یه عده بد میدونه، ولی خب برای یه عده خیلی خوبه. بعد میگم شما تایید میکنید، اصلا برای یه عده اصلا بهشته. یعنی میدونی شما مردم رو اینجوری آویزو رو بیچار کنید. درست مثل شاگرهایی هستن که تو کلاس ها شروع کنند سر تکون دادن، استاد حواسش فقط به اونه. میدونی در مینسوتا این تجربه رو کردن، استاد روانشناسی هم اتفاقا بود، به شاگرهای روانشناسی گفتن هر زمان که این استاد میره به سمت راست، اونجا سرد بود و این شوفاژ ها رو داشتن، هر وقت میره به سمت شوفاژ شما یه جوری نشون میدید که حرفاش جالبه، ای سر تکون بدید و یادداشت بردارید. هر زمان که باید به این سمت اتاق، چون استاد حرکت میکرد، بی اعتنا و بی توجه باشید. روز سوم استاد اصلا از کنار شوفاش تکون نخورد، یعنی کاملا شرطیش کردن. یعنی اینقدر این مسائل از نظر کلی مهمه. بنابراین شما توی مهمونی مهم اینه که چجوری بشناسن تو بازی چی باشه. این آدما یک بار حداقل صابون شما به تنشون خورده باشه یا به لباسشون خورده باشه، بنابراین بعدا ازتون فاصله میگیرم. ولی تیپ روانیتون معلومه، اپوزیشنالی دیفاینت، یعنی شما بگید چی؟ من میگم سرده، میگید گرمه، میگم گرمه، میگید سرده. کاری به این کارام ندارید، بذار بحث بکنید. چون درست مثل آدمی است، مثل معلم ها هستن که با آدم مسئله میدن برای که امتحان آدم ها امتحان کنن، یا مثل کشتیگیر ها. و شما این کشتیگیری رو دوست دارید، به همینجاست که همسرتون اذیت میشن. بنابراین بهشون بگید نگران نباشن، امروز اخلاق شما از این بعد خوب شده. نه اگر مواظب باشید بعد از این مدتی، بعد از مثلا 2 سال 3 سال متوجه میشید یک دهم کاری که قبلا میکردید تو نمیکنید. یعنی بلکه این مسئله خیلی آشکاره. عرض کردم من آدمایی رو میشناسم که تو کار تراپی با من بودن، بهشون گفتم لغت نه رو حق نداری اصلا به زبونت بیاری، برای اصلا با نه نمیتونی هیچ جمله‌ای رو شروع کنی، تمام جملات رو با بعد شروع میشه، حتی اگر بی معنیه. بعد از این مدتی متوجه شدن که اون لغت نه و مخالفت رو نداره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بله منم به همین شنیدم دکتر، این تشکر زبانی واقعا کافی نیست، ولی راه دیگه هم وجود نداره. واقعا ازتون متشکرم. لطف و محبت دارید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.